دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه شماره 33 در مورد اشغال نظامی اشرف اعلام کرد مجاهدان خلق حسین احمدی و مرتضی بهشتی در بعقوبه به شهادت رسیدند. در این اطلاعیه آمده است دو تن از مجاهدان مجروحی که توسط نیروهای جنایتکار مالکی روز جمعه ربوده شده و در بیمارستان بعقوبه به شهادت رسیدند شناسایی شدند. مجاهدان خلق حسین احمدی جیهون آبادی و مرتضی بهشتی. نیروهای سرکوبگر عراقی در اولین ساعات بامداد جمعه 19 فروردین این دو مجاهد را پس از اینکه به شدت مجروح شده بودند از اشرف ربوده و پس از ساعتها معطلی به بیمارستان بعقوبه رساندند که در همانجا به شهادت رسیدند. حسین احمدی از مجاهدانی است که 2 سال پیش در حمله جنایتکارانه ششم و هفتم مرداد 1388 توسط نیروهای عراقی به گروگان گرفته شد و پس از 72 روز اعتصاب قضا در حالی که در چند قدمی شهادت قرار داشت آزاد و به اشرف بازگردانده شد. نه تنها حمله جنایتکارانه 19 فروردین بلکه رفتار دولت و نیروهای تحت امر مالکی با مجروحان نیز به وضوح از مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و مسئولان آن باید محاکمه و مجازات شوند. همچنان که مقاومت ایران در 2 روز گذشته بارها اعلام کرده است بخش زیادی از 300 مجاهد مجروح با وضعیت وخیمی مواجهند و در صورتی که نیروهای آمریکایی مداوای آنها را بر عهده نگیرند در معرض شهادت قرار دارند، چیزی که مسئولیت آن متوجه آمریکا به خاطر تعهداتی است که در قبال حفاظت ساکنان اشرف بر عهده دارد.